ما امروز از یک کتابی که 31 سال پیش نوشته کردیم و ایره در وقتش پخشم کرده بودم به نام حماسه ایمان. این بچه که شما در روی پشت میبینین این یک بچه که 8 ساله سیگرت فروش ازاره بود. من نام کتاب خدا برای درود بی پایان برای بچه که 8 ساله حماسه ایمان ماندم. یعنی من در تمام 5 ساله که در زندان بودم و هزارها هموطن قهرمان خدا دیدم، انتخاب کردم که از قات او همه قهرمان ها یعنی بچه 8 ساله را به حیث قهرمان ترین انتخاب بکنم و نام کتاب خدا حماسه ایمان بمانم. یعنی این ایمان به خداوند نیست که شما فکر کنین که من میگم یعنی به خداوند ایمان داشت. تابستان است، ما ماه جوزای سال 1359 سال 15 بود و زندانی شدم به حیث رهبر اتحادیه پوانتون کابل یا شاگردای پوانتون کابل. ما به نظر از این حکومت و خواد در امون زمان بسیار یک آدم مهم جلوه میکردم، بنان یا مرا شو روز شکنجه میکردن برای دونی ما که بیافن که ما چیکاره هستم. یک دفعه صبح میبردنم برای 2-3 ساعت مرده من انداختن، باز تابوت ما پس رایی میکنن در اتاق، باز یک دفعه دیگه شو میبردن باز مرده من انداختن، تابوت ما پس در اتاق رایی میکنن. و ما که در اتاق میامدم تکه تکه اما تا بیال و یادمه که طرفای 1 یا 2 بجه روز است، ما در اتاق خود خواستم. طرفای 2 بجه روز است، هوا گرم، اتاقای خرد و اما تا خو رفتیم و ببخشین در او خزده که ها زده بودن هم یهو دانم هم گرفتن هم میتانستم، هم ترکایی میرفت برای حداقل چندین ما مزرعت میخوایم. اما تا خواستم خو میبینم که گیریه یک اشتک میایه. ما فکر میکنم در خو که خو میبینم، اما این گیریه کم کم بلندتر میشه و ما کم کم بیدارتر میشم. در فکر میایه که احتمال داره خو نبینم، احتمال داره که یک اشتک گیریه میکنه و در امون حالت نیمه خواب ما از خود سوال میکنم که گریه وشتا در مابین خواد این چطور امکان داره؟ کم 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 بیدار شده میرم و این گریه نزدیک شده میره. از خواب بیدار میشم، چشم ما کم واز میکنم، میبینم که دروازه اتاق ما یک کمک واز است. معمولا اتاق سر ما پیش میکنن ولی اتاق یک کمک وازه. در لخک دروازه میبینم کالبد یک طفله که پشتش طرف ماست، یک کلاگک در سرش است و یک واسکتک. اینمی عکسه، اینمی رقم یک بچه منتهی را من از پشت سر میبینم که اموتاقیایم کلش جگرخون شیشتن سیل میکنن و هیچ کس هیچ چیز نمیکنه. من ایران ماندم. دلیل که هیچ کسی چیز نمیکنه ایست که اگر برای ازی اشتکک برن ایران ناز بتن، دلاسا کنن، بیارن در مابین اتاق، عسکرا میبینه، عسکرا میتونه مستنطق بگویه، مستنطق میتونه که باید تکت کنه. ما از خواب خیستم، دیدم که بچه که مت گریان کده میره. یک کمک نزدیک شدم، گفتم چرا؟ هیچ مثل ازی که گویا من یک کس نیستم. این همه تو گریان میکرد، دستای خدای تو گرفته بود. خب من کمک نزدیک شدم، دستم سر شانهش ماندم، گفتم لطت کردن، زیاد لطت کردن، اصلا مثل ازی که مرا نشنیده. در وقتی که ما دستم سر شانهش ماندیم بوی میکنم که بوی ادرار میه، بوی شاش میه، یعنی که میفهمی که شاشش رفته و در جریان شکنجه این میتانه که شوه که ادرارت بره. باز بعد از او یک کم دیگه هم نزدیک شدم، شانه شمالیدم که گریان نکو و ازش پرسیدم که زیاد لطت کردن، برق دادنت، چرا گریان میکنی؟ خب ما بر از یک 10 دقیقه عذر میکدم که به گپم گوش کنه. بالاخره برم گفت ما از این خاطر گریان نمیکنم که مرا لط کردن، از این خاطر گریان میکنم که ما 2 نفر بودیم، 2 بچه که ازاره سکرت فروش گفت بر ما یک کس شبنامه داده بود که تقسیم کنیم، گیر آمدیم. آله ما را هر چی که لط کردن که کی ورقا را بر دادم من نگفتم، ای بچه که رفیقم بر از وا گفت. ما گریان میکنم که اینال میرن او نفر دیگر را گیر میکنن، یعنی ای به مرگ لط خورده خودش مقاومت کرده و ده او گریان نمیکنه که چرا مرا تکه تکه کردن، ده ای گریان میکنه که او رفیقش چرا زیر شکنجه نمرد و به گپ آمد، چرا زبان خدا واز کرد، چرا او یک نفر دیگر را دگیر داد. در کله ما زنبور که ما تا یک لحظه پیشتر دلم میسوخت که یک گشتککه، فوراً ای در ذهن ما باعث مهمترین و خوبترین یک قهرمان آزادی و یک مجاهد ترسیم شد، رسامی شد. و ما تا امروز هر وقت که زنبور یادم میاد ما از او قوت میگیرم، ما در راه خود استاد میشم. ما میخوایم که تقلید کنم زنبوره. راستی چرا زنبور؟ نام خود زنبور در جریان تحقیقی که لط کرده بودن نگفته بود که از روی نامش نفهمن که کی است، نرنده خانهش هرچی که زده بودن که نام چیست میگفت نامم زنبور است، هرچی که میزدنش که نام چیست میگفت زنبور است. و تا آخری روزه که ما دیدمش برای ما میگفت که نام ما زنبور است. برای می کسایی که کلمه قهرمان نمیفهمن که چیست، هر کس به هر کس توفه میته، ما قهرمان، تو قهرمان، اینی بچه قهرمانه.